این کارخانه تولید نوار کاست در اروپا در سالهای اوج خود در دهه 80 میلادی حدود 400 هزار نوار کاست در سال تولید می کرد. اما در سال 2014 کل تولید کارخانه 2000 نوار کاست بود. نوار کاست به شکل غیرمنتظره با اقبال مجدد روبرو شده. سال گذشته این کارخانه 15 هزار نوار کاست فروخت و دلیلش این موسیقی دوست 36 ساله است که توماس بایر نام دارد. سلام اسم من توماس است و صاحب آخرین کارخانه تولید کاست در هلند هستم به شما نشان خواهم داد که کاست موسیقی را چطور تولید می کنیم من همین الان دستگاه را راه می اندازم توماس کارخانه را به شکلی تصادفی خرید او به طور اتفاقی متوجه شد که کارخانه را به فروش گذاشتند سپس از روی کنجکاوی با صاحب کارخانه تماس گرفت تا ببیند دستگاه ها چطور کار می کنند و در نهایت کارخانه را خرید او این کار را به صورت تفننی شروع کرد اما اکنون برایش به کاری تمام وقت تبدیل شده است. حدود ده سال پیش من تصمیم گرفتم در حوزه تعمیر وسایل قدیمی پخش موسیقی کار کنم. این حرفه در جامعه امروز رو به زوال است و کسی دیگر به سراغ آن نمی روید. به همین دلیل هم هست که اینقدر در این کار موفق بودم. بازار نوار کاست هم مثل بازار صفحه گرامافون دوباره رونق گرفته است. مشتری های اصلی توماس از طرفداران موسیقی متال و هارد راک هستند. اما توماس میگوید ادهی هم هستند که دوست دارند با این روش قدیمی موسیقی گوش کنند. نوار کاست شیعی خاطر انگیز است. الان برای دسترسی به موسیقی راه فراوانی وجود دارد. می توانید موسیقی را دانلود کنید، می توانید سی دی یا صفحه گرامافون بخرید. اما نوار کاست یادآور خاطرات گذشته است. برخی از گروه های موسیقی لینک فروش نوار کاست را در کنار لینک دانلود قرار می دهند. چون معتقدند که وجود شیء فیزیکی باعث می شود مردم بیشتر برای موسیقیشان ارزش قائل شوند. توماس میگوید اگر مواظب کارکرد درست دستگاه ها باشد کیفیت موسیقی افت نمی کند اما کار کردن با ماشینی که 25 سال از عمرش میگذرد گاهی بسیار چالش برانگیز است وقتی وضعیت ماشین رو به راه هر ساعت 400 نوار کاست تولید می کند دیروز همان وقت فقط 800 کاست را درست کردم چون دستگاه درست کار نمی کرد و نتوانستم مشکل را به سرعت حل کنم چند نوار کاست خراب شد و من مجبور شدم خط تولید را متوقف کنم تا ببینم مشکل چیست و چه تعمیری باید انجام شود پس از تعمیر آزمایش کردم تا مطمئن شوم ماشین درست کار می کند. بعضی قطعات یدکی دیگر وجود ندارد و من باید به دنبال جایگزین بگردم. بعضی وقتها برای تعمیر ماشین آلات باید تناب و پلاستیک به کار ببرم. وقتی مواد لازم در دست نیست باید مشکلات را به طریقی حل کرد. ما از کارخانه را به قیمت یک ماشین نو خرید و برای پرداخت پول با صاحب قبلی به توافق خوبی رسید. صاحب قبلی به دنبال کسی بود که به این کسب و کار علاقه قلبی داشته باشد.